اجلاس سران کشورهای خلیج فارس صبح امروز دوشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز شد. العربیه هدف از تشکیل این اجلاس را بحث و مشاوره در مورد اوضاع منطقه و در رأس آنها یمن اعلام کرده است. در این جلسه برای اولین بار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رهبر کشوری غیر عضو در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. پیش از این هرگز رهبر دیگری در این نشست‌ها دعوت نشده و شرکت نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه پیش از حضور در این اجلاس برای امضای قرارداد فروش هواپیمای جنگنده به قطر سفر کرده است. بنابر گزارش‌ها قرار است آقای اولاند در ریاض با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه اتمی ایران، مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه و همچنین جنگ داخلی در یمن گفتگو کند. همزمان عربستان سعودی حضور نیروی زمینی خود در یمن را تکذیب کرده است. احمد اسیری سخنگوی نظامی ائتلاف رهبری عربستان سعودی گفت در صورتی که نیروهای ائتلاف بخواهند نیروی زمینی به عدن اعزام کنند، این خبر را به صورت رسمی و در یک نشست خبری اعلام خواهند کرد. و افزود یک چنین عملیاتی نمیتواند پنهانی انجام شود. در این حال تلویزیون العربیه به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده است نیروهای آموزش دیده یمنی روز یکشنبه وارد شهر عدن در کشور یمن شدند تا نیروهای مقاومت مردمی را در این شهر سازماندهی کنند. بنابر همین گزارش نیروهای ائتلاف به پشتیبانی‌های هوایی، دریایی و زمینی خود از نیروهای مشروعیت در یمن ادامه می‌دهند. به گزارش تلویزیون العربیه نیروهای وفادار به مشروعیت در یمن از طریق دریا سلاح، مهمات و تجهیزات لازم را دریافت کردند. خبرگزاری فرانسه از قول یکی از مقامات یمنی که از فرماندهان شبه نظامیان در حال نبرد با حوثی هاست گزارش داده گروه محدودی از نیروهای ائتلاف وارد یمن شدند و نیروی دیگری نیز در راه است. این گزارش از سوی سخنگوی نیروهای ائتلاف به شدت تکذیب شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی می‌نویسد نظامیانی که وارد عدن شدند عمدتاً از سربازان یمنی تبار آموزش دیده در عربستان و امارات هستند و این نیروها قصد دارند به نیروهای رئیس جمهوری قانونی یمن در نبردشان با حوثی‌ها در اطراف فرودگاه بین‌المللی عدن یاری برسانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد نظامیان مستقر شده در عدن توسط نیروهای ائتلاف را دست کم 20 نفر ذکر کرده و نوشته است این افراد برای شناسایی به این منطقه رفتند. ائتلاف به رهبری عربستان از 26 مارس حملات هوایی خود علیه شیعیان حوثی در یمن را آغاز کرده است. اما این نخستین بار است که گزارش‌هایی در مورد حضور نیروی آموزش دیده یمنی در صحنه نبردها منتشر می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی به مناسبت بزرگداشت روز معلم به انتقادهای روزهای اخیر مراجع از رئیس جمهوری پاسخ داده است. آقای روحانی گفته است نمیتوان به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن. هر کس وظیفه خود را باید انجام دهد. تقویت نظام و اسلام به این است که هر کسی کار خود را انجام دهد. سخنان آقای روحانی اشاره است به انتقادهای هفته گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سه تن از مراجع به سخنان آقای روحانی درباره نیروی انتظامی. آقای روحانی گفته بود وظیفه نیروی انتظامی پیاده کردن اسلام نیست بلکه وظیفه‌اش اجرای قانون است. آقای روحانی گفته است حوزه ها که جای خود دارد، رسالتشان فهم و تبیین بهتر دین است، اما نمی شود به هر کسی گفت تو مجتهدی و اجتهاد کن، در آن صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود. آقای روحانی در اشاره‌ای به اعتراض‌های معلمان در ماه‌های اخیر گفت من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می شناسم. ما مشکلات آنان را می دانیم و البته آنان نیز مشکلات ما را می دانند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در سالهای 92 و 93 به ترتیب 112 و 107 درصد بودجه آموزش و پرورش را اختصاص داده است گفت دولت در حالی که با کسری بودجه، تحریم‌ها و کاهش بهای نفت مواجه بوده، اما کوشید تا حد امکان نه تنها بودجه مصوب را پرداخت کند، بلکه آن رقم را افزایش بدهد.
روحانی همچنین گفت اعتبار مصوبه آموزش و پرورش در سال 90 12000 میلیارد تومان بود که این رقم امسال به 24000 میلیارد تومان رسیده است. همزمان محمد بطهایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت به جز پاداش بازنشستگان سال 93 تمام مطالبات فرهنگیان کشور هفته آینده پرداخت خواهد شد. محمد بطهایی در آیین همایش نکوداشت مقام معلم در گچساران گفت طرح پرداخت فوق‌العاده حقوق فرهنگیان اجرا می شود. به گفته آقای بطهایی در این طرح هر یک از فرهنگیان بر اساس رتبه بندی بین 20 تا 50 درصد حقوق خود فوق‌العاده حقوق دریافت خواهند کرد. به گفته این مقام آموزش و پرورش 13500 میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال 94 برای اجرای این طرح پیش بینی شده است. آقای بطهایی همچنین گفته است به زودی بر اعتبارات 105000 مدرسه به صورت آنلاین نظارت خواهد شد. به گفته آقای بطهایی طرح نظارت آنلاین بر درآمدهای مدارس با هدف پیشگیری از خرج‌های غیر ضروری اجرا می‌شود. بنابر این گزارش آموزش و پرورش در سطح کشور 1 میلیون نفر پرسنل دارد که از این تعداد 73% آنها تحصیلات کارشناسی دارند. به گفته این مقام آموزش و پرورش 100000 فضای آموزشی در سطح کشور وجود دارد که 1/3 فضاهای آموزشی موجود نیازمند تخریب و بازسازی است. این در حالی است که 10% از فضاهای آموزشی کشور به صورت استیجاری اداره می شود. دو فرد مسلح که اقدام به تیراندازی در حاشیه یک گردهمایی در گارلند تگزاس کرده بودند در پی تیراندازی نیروهای پلیس کشته شدند. در این گردهمایی که توسط یک گروه محافظه‌کار برگزار شده بود کاریکاتورهای جنجالی پیامبر اسلام نیز نشان داده شده است. این اجلاس همزمان با روز آزادی مطبوعات برگزار شده بود. این حمله تروریستی یادآور حملات سالهای گذشته در کشورهای غربی به کارتونیست‌ها، ناشران یا نشریاتی است که دست به انتشار یا بازنشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام زدند. تیراندازی به رویداد گالند در ساعت 7 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی و زمانی که رویداد رو به پایان بوده انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز هویت مهاجمان و نیز دلیل اقدام آنها هنوز روشن نیست و هنوز معلوم نیست آیا حمله در ارتباط با گردهمایی بوده است یا نه. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود یک افسر پلیس نیز در این تیراندازی زخمی شده است، اما بنا به گزارش‌های بعدی فرد مجروح یکی از ماموران امنیتی محل عنوان شد. محل برگزاری این رویداد که محمد را رسم کن نام داشته یک مدرسه بوده است. شبکه خبری NBC گفته است نیروهای پلیس به طور گسترده‌ای برای حفظ امنیت این رویداد در آن حضور داشتند. برگزار کنندگان گردهمایی گالند گروه دفاع از آزادی آمریکا گفتند هدف از آن رویدادی برای آزادی بیان است. شبکه NBC میگوید مرکز حقوقی سادرن پاورتی لاف این گروه را یک گروه ضد مسلمان میداند. آنها یک جایزه 10000 دلاری برای این رویداد در نظر گرفته بودند و خیلت ویلرز رهبر حزب آزادی هلند که فیلم فتنه را تهیه کرده بود نیز در این مراسم حضور داشت. جوهام سخنگوی پلیس گالند به خبرنگاران گفته است که شرکت کنندگان از محل مراسم بیرون برده شدند. به گفته او نیروهای ویژه ضد بمب در شب یک شنبه یک خودروی مشکوک را نیز بازرسی کردند. وبسایت دالاس مورنینگ نیوز میگوید مقام‌های محل برگزاری این رویداد در ماه ژانویه رویدادی را با عنوان متحد با پیامبر برگزار کرده بودند و برگزاری هر دو رویداد قصد آنها برای نشان دادن سیاستی غیر تبعیض‌آمیز بوده است. در دی ماه گذشته در حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر کشته شدند. هفته‌نامه‌ای فکاهی که پیشتر به دلیل انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام به آتش کشیده شد. القاعده در یمن مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بالاخره پس از آنکه با ایرادات شورای نگهبان دو بار برگشت خورده بود به تایید نهایی این شورا رسید تا سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده نشود. این طرح که رهبر ایران از حمایت کنندگان آن است با اصلاحات جدیدی در جلسه 23 فروردین ماه مجلس دوباره تصویب شده بود، ولی در نهایت در روز دوم اردیبهشت مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اگر این طرح یک بار دیگر توسط شورای نگهبان رد می شد، طبق ضوابط باید برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شد. این طرح جنجالی در تیر ماه سال 93 در مجلس مطرح شد و پس از ماه‌ها کشمکش و علی‌رغم مخالفت دولت و پس از چند بار رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان بالاخره به تصویب نهایی رسید. در آبان ماه سال گذشته حسن روحانی طی سخنانی در شهر زنجان صریحاً با این طرح مخالفت کرد و ضمن ابراز نگرانی از آغاز ناامنی در جامعه تحت لوای شعار امر به معروف و نهی از منکر گفت: مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیکتر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود. به جز او، وزیر کشور نیز با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده بود. با این همه مخالفت‌های مکرر دولت نتیجه‌ای نداشت. این طرح همزمان با افزایش تحرکات گروه‌های فشار خصوصاً انصار حزب الله تهران مطرح شد و اتفاقات ناگوار اسیدپاشی به چند زن در اصفهان در مهر ماه سال گذشته نیز به حساسیت‌های مرتبط با این طرح اضافه کرد. در آن زمان باور عمومی بر این بود که در پشت صحنه اسیدپاشی‌های اصفهان گروه‌های مذهبی تندرو قرار دارند که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر چنین اقداماتی انجام دادند. در پاییز سال گذشته در حالی که مجلس به دنبال تصویب این طرح بود، هواداران دولت مخالفت خود با چنین طرحی را اعلام کرده بودند و این کشمکش در نهایت به سفارایی موافقان تندرو و وابسته به راستگرایان از یک سو و اصلاح طلبان و هواداران دولت از سوی دیگر منجر شد. 16 مهر ماه سال گذشته حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران در جلسه بررسی کلیات این طرح گفت: مسئولان دولتی مردانه به جای نقدهای آبکی به حمایت از آمران به معروف کمک کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران نیز در همان جلسه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این طرح سخن گفته و از تأسیس ستادی برای امر به معروف و نهی از منکر که خارج از دولت باشد انتقاد کرده بود. آقای انصاری پرسیده بود: چطور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد برای سه قوه لازم الاجرا باشد؟ با این همه در عمل جزئیات طرح نیز تغییر چندانی نکرد و مخالفت‌های مکرر دولت نتیجه‌ای نداشت. اما ریشه اختلاف نظر اصلی دو جریان سیاسی بر اساس گفته‌های طرفداران آنها در آنجا بود که یک جناح معتقد به رساندن مردم به بهشت است و جناح دیگر بهشت اجباری را نفی می‌کند. 23 اردیبهشت ماه سال گذشته و چند ماه پیش از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از هواداران خود گفت: گاهی شنیده می شود کسانی می گویند آقا مگر ما موظفی مردم را به بهشت برسانیم؟ بله، فرق حاکم اسلامی با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی می خواهد کاری کند که مردم به بهشت برسند. تنها چند روز بعد از این سخنان بود که حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های عمومی خود گفت: بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند. نمیتوان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد. به این ترتیب در حالی که بخشی از حکومت وظیفه خود را هدایت مردم به بهشت قرار میداد، طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد حمایت آنان قرار گرفت. حتی گفته میشد که این طرح زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای تدوین شده است. در زمان تصویب این طرح نیز نشانه هایی از دخالت آیت الله خامنه ای در تدوین این طرح وجود داشت، از جمله اینکه ترکیب اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مصوب در این طرح کاملا در اختیار کسانی قرار گرفت که به نوعی یا منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند و یا اینکه توسط منصوبان او انتخاب می شوند.
به نظر می رسد که تصویب نهایی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و تشکیل ستاد آن منجر به تضعیف بیش از پیش دولت در ایران شده و قدرت نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. ببینید این طرح که مدتی است در مجلس مطرحه، در حقیقت دعوایی است که بین دولت و نهادهای فراقانون مثل نهاد رهبری و نیروهای امنیتی و سایر نیروهای وابسته به رهبری وجود داره و ریشش در تعارضی که در قانون اساسی از ادغام دو نظام ناهمگون یعنی نظام ولایت فقیه با یک جمهوری پارلمانی به وجود اومده. طبق قانون دولت اجرای قوانین رو بر عهده داره و قوه مجریه نظام به شمار میاد و بنابراین قوانین حتی اگر محتوای ظالمانه داشته باشند، اگر به وسیله دولت و بر حسب مر قانون اجرا بشن، دولت تبدیل به نیروی میشه در خود و نیروی در حقیقت با ضابطه و رابطه ای که در اختیار رئیس جمهور است. ولی در همین قانون اساسی رهبر نیروهای وابسته به خودش رو داره که از هیچ قانون و از هیچ منطقی پیروی نمی کنند. همین دعوای هفته اخیری که بین آقای روحانی و از یک طرف و آقای خامنه‌ای خطبای نماز جمعه و بعضی از مراجع وجود داشت، ماهیت این دعوا رو روشن میکنه. آقای روحانی میگفت که و به درستی میگه که پلیس وظیفه است اجرای قانونه، اجرای اسلام نیست و کسی که دستبند و آتوم داره نمیتونه که اجتهاد کنه و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد اگه چنین. رهبری و مراجع میگن که نخیر، باید اوضاع همینطور مبهم بمونه و این نیروهای خودسر که در اختیار اونها هستند باید بتوانند هر کجا که میخوان و هر نوعی که میخوان زور بگن و به نام قانون در حقیقت مجری اراده رهبری باشند. حال این قانونی که در مجلس تصویب میشه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به این نیروهای خودسر یک لباس شبه قانونی میپوشونه و بر روی این دعوایی که خیلی عمیق هست و ناشی از تضاد در قانون اساسی یک سرپوش مصنوعی در شکل قانونی میگذاره، ولی این دعوا حل نخواهد شد و همچنان باقی خواهد حتی با وجود این قانون. پیامدهای جدیدی نداره. در حقیقت تاکنون مملکت بر همین روال اداره شده، منتها کوششی را که دولت میکنه تا اینکه به شکل یک دولت منسجم و مقتدر ظهور کنه، این قانون میتونه بسیار به تأخیر بندازه و حتی جلوشو بگیره. در حقیقت این قانون کارهایی را که تا حالا کار گروه های خودسر یا فراقانونی خونده میشد و گردن این رو مینداختن قانونی میکنه. از حالا به بعد مثلا کسانی که یادتون هست در قنات های کشور افراد رو میکشتن و میگفتن که اینها چون مرتکب منکر شدن ما مجازاتشون کردیم، یا اسید پاشا یا دیگران میتوانند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر کارهای خودشون رو توجیه کنند. البته این قانون حتما حدود و ثغوری برای این خودسری ها خواهد گذاشت، ولی در این حال راههای فراری هم پیش بینی خواهد کرد تا رهبر هر جایی که بخواد امر به سرکوب بده یا احساس رعب در مردم بیدار بکنه یا امور رو به مسیری که خواست در کارشکنی با دولت هدایت بکنه، دست اون و نیروهای امنیتی و روحانیت وابسته به حکومت همچنان باز بمونه. صبح امروز آقای فرانسوا اولاند به همراه دو وزیر خارجه و دفاع در قطر در دوحه فروش 24 فروند هواپیمای رافال رو امضا کرد. صحبت از فروش 12 فروند دیگر به قطر نیز مطرح است و بعد از هند و مصر اینک مجموعاً فرانسه
84 فروند هواپیمای رافال رو در منطقه به فروش رسانده است. آقای اریک ترپیه، مدیر کمپانی داسو، سازنده هواپیمای رافال، میگوید فقط سیاست نیست که در فروش این هواپیماها مؤثر بوده، بلکه هواپیماهای رافال بسیار مجهز و در عین یک هواپیمای جنگی، هواپیمای جستجوگر هم هست. البته کشورهای خریدار قبلا هم هواپیماهای فرانسوی خریده بودند، هواپیماهای میراژ 2000، و به این ترتیب هواپیماهای جدید که تولید شغلی 30,000 نفر رو به وجود میاره برای فرانسه، 100 خلبان و تکنیسیان هم برای امر آموزش به فرانسه خواهند آمد. جدا از این، امروز بعد از ظهر آقای اولاند به عربستان سعودی خواهد رفت برای یک نشست دو روزه و میهمان رسمی اجلاسی خواهد بود. برای اولین بار یک شخصیت خارجی که حوزه خلیج فارس، این کشورها در این کنفرانس حضور خواهند داشت. شنیدیم که همین کنفرانس و گروه دو هفته دیگر به واشنگتن خواهند رفت و به این ترتیب حضور آقای اولاند در دیدارش با پادشاه عربستان که اتفاقا پاییز امسال به پاریس آمده بود، حائز اهمیت بسیاره، به خصوص در ارتباط با ایران، در ارتباط با داعش و دیگر مسائل منطقه صحبت خواهد شد. اما در مورد فروش هواپیمای رافال که صحبت گزارشات امروز تمام رسانه‌های فرانسه هست، می‌دونیم که این احتمال وجود داره. امارات متحده عربی هم 60 فروند دیگر هواپیماهای رافال رو خریداری کنه و به این ترتیب حدود 10 میلیارد یورو، و اگر چنین باشد در سال 2017 که این هواپیما تحویل داده خواهد شد، در آسمان منطقه 144 فروند هواپیماهای رافال در پرواز خواهند بود. نشریات به وزیر دفاع آقای لودریان که در این معاملات بسیار فعال بوده عنوان حاجی زیارت کننده دادن، چرا که او دست کم ماه یک بار به این منطقه سفر کرده. پاریس، تلویزیون ایران فردا. حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران، گفته است نیاز نیست آمریکا کشتی‌هایش را در تنگه هرمز و دریای عمان اسکورت کند. حبیب‌الله سیاری روز یک شنبه گفت با حضور نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امنیت در این منطقه کاملا برقرار است. آقای سیاری همچنین گفته است خلیج عدن و باب المندب امنیت کافی ندارد، بنابراین آمریکایی‌ها باید در این منطقه کشتی‌های خود را اسکورت کنند. این سخنان در حالی ابراز شده است که روز پنجشنبه ناوگان دریایی آمریکا 4 کشتی با پرچم آمریکا که قصد گذر از این تنگه را داشتند همراهی کرد. به دنبال اقدام ایران در توقیف یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز، آمریکا اعلام کرد که حاضر است علاوه بر کشتی‌های دارای پرچم آن کشور، از کشتی‌های کشورهای دیگر هم در تنگه هرمز محافظت کند. نیروی دریایی ایران هفته گذشته یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را در خلیج فارس توقیف کرد که دلیل آن بدهی کشتی به ایران بر سر فروش نفت عنوان شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در سخنان روز یک شنبه خود تئوری بازگشت به دریا و قدرت دریایی را از تدابیر رهبر جمهوری اسلامی خواند و افزود که سربازان نیروی دریایی برای تحقق آن هیچ تذکر خارجی را نمی‌پذیرند. آقای سیاری افزود امروز هر کشوری که از نظر دریاها پیشرفت کند از نظر دفاع جلوتر است. او افزوده است اگر نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن حضور نداشته باشند، دزدان دریایی اقتصاد را فلج می کنند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در روزهای گذشته چندین بار بر ادامه حضور این نیرو در خلیج عدن تأکید کرده است. در همین حال رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که 9 کشتی جنگی ایران که مظنون به حمل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت در آب‌های اطراف یمن به سمت ایران بازگشتند.
پس از این گزارش ها آقای سیاری با تاکید بر ادامه حضور ناوهای ایرانی در خلیج عدن گفت که صبح روز پنجشنبه ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش در ورودی باب المندب در حال گشت زنی بوده است. دور تازه ای از تلاش های سیاسی و بین المللی در مورد سوریه آغاز شده. ابتدا اشاره بکنم به سفر خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی سوریه به امریکا. خالد خوجه به عنوان رئیس مهمترین تشکل سیاسی نظامی مخالف بشار اسد در سفر به امریکا و دیدار با جان کری بار دیگر از امریکا درخواست کرده در مناطق تحت کنترل مخالفان سوری یک منطقه امن ایجاد بشه، موضوعی که ترکیه هم مدت هاست بر روی اون تکیه داره. این در حالی است که همین دیروز در شهرستان سراغب از توابع ادلب که اتفاقا تحت نفوذ نیروهای مخالفین بشار اسد هستش، هلیکوپترهای رژیم اسد افراد غیر نظامی رو با گاز کلور مورد حمله قرار دادن که در اثر اون یک کودک کشته و 40 نفر زخمی شده. نکته دوم آن که قرار هست برنامه آموزش مخالفان سوری از هفته آینده 19 اردیبهشت در ترکیه آغاز بشه. طرحی که مشترکان امریکایی ها هم در اون حضور دارن. در همین بین هم رسانه های ترکیه خبر دادن که مربیان نظامی امریکایی به منظور آموزش مخالفان سوری وارد پایگاه انجلیک ترکیه شدن. بلافاصله البته وزارت دفاع امریکا این خبر رو تکذیب کرد و گفت که هنوز امریکا در این زمینه فعالیتی رو آغاز نکرده و این تنها مربیان امریکایی نیستن که کار آموزش مخالفان سوری رو بر عهده دارن و کشورهای دیگه از جمله کشورهای ائتلاف هم در این زمینه مشارکت دارن. اما قدر مسلم آنچه روشنه، فعلا مربیان نیروهای ائتلاف در ترکیه حضور پیدا کردن و آموزش ها به زودی در استان کرشهیر ترکیه آغاز خواهد شد. اما فراتر از این خبرها، امروز دور تازه تلاش‌های سازمان ملل متحد در ارتباط با سوریه آغاز میشه و یکی از مهمترین نشست‌ها در این رابطه در ژنو تشکیل میشه. استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته که از بسیاری از گروه‌های سوری، چه گروه‌های مخالف دولت، چه نمایندگان دولت سوریه دعوت شده تا به ژنو بیان و دور تازه مذاکرات موسوم به ژنو 3 رو با هدف چاره‌یابی برای بحران سوریه آغاز بکنن. ویژگی و شاید تفاوت ژنو 3 با دو دور مذاکرات قبلی ژنو در سالهای گذشته شاید این هستش که در این دور از مذاکرات به احتمال جمهوری اسلامی ایران هم حضور خواهد داشت. البته حضور ایران در این نشست مشروط شده به پذیرش بیانیه ژنو از سوی ایران که البته این شرط مسئله رو تا حدودی پیچیده میکنه، چرا که بیانیه ژنو بر کنارگیری اسد از قدرت و تشکیل دولت انتقالی تاکید داره و خب جمهوری اسلامی یکی از حامیان درجه یک اسد محسوب میشه. این مذاکرات با مدیریت دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد به نوعی یکی از مهمترین تلاش‌های این سازمان در این رابطه هستش و ممکنه هفته‌ها طول بکشه. با این حال باید دید در پایان این مذاکرات هم همچون مذاکرات ژنو 1 و 2 بی‌نتیجه خواهد ماند یا این بار از دل مذاکرات جوانه امیدی شکوفا خواهد شد. تظاهرات یهودیان اتیوپی تبار در اسرائیل علیه نجات پرستی و خشونت پلیس دوباره به درگیری انجامید. 3 روز پس از درگیری ها در اورشلیم، یک شنبه شب یک راهپیمایی اعتراضی دیگر در تل آویو به درگیری با نیروهای پلیس کشیده شد. بنابر گزارش ها شرکت کنندگان در راهپیمایی هم با پرتاب سنگ و اشیاء دیگر به سوی پلیس به خشونت نیروهای امنیتی پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این درگیری‌ها 46 نیروی امنیتی و 7 تظاهرکننده زخمی شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها بیش از 10,000 تن در این راهپیمایی شرکت کردند. در برابر پلیس از 3,000 شرکت کننده سخن می‌گوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه شماری از اسرائیلی‌ها که اتیوپی تبار نیستند هم به معترضان پیوستند. تظاهر کنندگان خواستار حقوق برابر برای همه و مجازات آن دسته از نیروهای پلیس شدند که دست به خشونت زده اند. روز پنجشنبه گذشته تظاهرات دیگری با نزدیک به 2,000 شرکت کننده در اورشلیم به خشونت کشیده شد
که در اثر آن ده ها نفر زخمی و صد ها نفر بازداشت شدند. به گزارش رسانه ها عامل آغازین این ناآرامی ها حمله به یک شهروند اسرائیلی اتیوپی تبار در جنوب اسرائیل بود. این مرد ادعا کرده کارکنان اداره مهاجرت شهر به او حمله کردند. بنابر گفته مضروب، اداره مهاجرت او را مهاجری بدون مدارک معتبر دانسته است. یک هفته پیش از این رخداد، انتشار یک ویدیو خشم بسیاری را در اسرائیل برانگیخت. در این ویدیو پلیس داماس پاکادا سربازی اتیوپی تبار را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. در تل‌آویو معترضان ابتدا یکی از مهمترین خیابان‌های این شهر را در ساعات اصلی رفت و آمد مسدود کردند که منجر به راهبندان شدید در سطح شهر شد. تظاهرکنندگان سپس در مسیر خود که از مرکز شهر تل‌آویو می‌گذشت شروع به راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان برخی از تظاهرکنندگان در مسیر راهپیمایی بر روی زمین دراز کشیده بودند. شعار نه سیاه نه سپید ما همه انسانیم از شعارهایی بود که تظاهرکنندگان سر می‌دادند. وزیر امنیت اسرائیل به خبرگزاری فرانسه می‌گوید مقابله با شورش دشوار است چرا که رهبر مشخصی ندارد. او خطاب به خبرنگاران افزوده است کسی وجود ندارد که بتوان با او وارد مذاکره شد. در آغاز راهپیمایی تل‌آویو یک شنبه شب 3 مه بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرائت شد. نخست وزیر اسرائیل معترضان را به آرامش دعوت کرده است و با اشاره به اینکه به همگی اتهام‌ها رسیدگی می‌شود افسوده است جایی برای این نوع از خشونت و نقض قانون نیست. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 4 مه با سرباز مضروب داماس پاکادا و تنی چند از نمایندگان جامعه اتیوپی تبار اسرائیل دیدار می‌کند. در اسرائیل بیش از 135,000 یهودی اتیوپیایی تبار زندگی می‌کنند. این دسته از شهروندان اسرائیل به طور عمده در جریان دو موج مهاجرتی، یکی در سال 1984 و دیگری سال 1991 به اسرائیل آمدند. این دسته از شهروندان اسرائیل اما تا امروز آنچنان جذب جامعه اسرائیل نشدند.